درود فراوان به همگی دوستای عزیز و امیدوارم که حال دلتون عالی 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 باشه همین وایتی هستم و توی این ویدیو قرار با هم دیگه یک پنلی رو نصب کنیم روی سرور مجازی خارجمون و به راحتی هر چه تمامتر اون رو تانل کنیم به یک سرور ایران و از اونها استفاده کنیم اما خب شاید بپرسید که این پنل چی هست پنلی هست با نام TXUI که اومده باگه های پنل صنایع و علی رضا رو برطرف کرده کلی تغییرات جدیدی داشته کلی امکانات جدیدی بهش اضافه شده که حالا در ادامه ویدیو کامل اونها رو بهتون معرفی میکنم اما خب چرا این پنل اصلا اومدش دلیلش به این خاطره که داخل کانال صنایع یک اطلاعیه اومد و گفتن که به دلیل یک سری مشکلات دیگه ما پنل XUI رو آپدیت نمی کنیم و امکانات جدیدی بهش اضافه نمی کنیم و سعی می کنیم روی پنل های دیگه وقتمون رو بذاریم به همین دلیل پنل TXUI از آقای کدر منتشر شد که حتما بهشون استار بدید از اینجا و ازشون حمایت کنید اما قابلیت هایی که به این پنل اضافه شده چی هستش با هم دیگه میریم که قابلیت هاش رو ببینیم قابلیت اول نصب اجباری پنل با HTTPS و SSL هستش یعنی اینکه شما حتما باید یه دونه دامین خریداری کنید یه دونه ساب دامین بسازید داخل کلاد و آیپی سرور رو ببرید زیرش تا بتونید پنل رو نصب کنید و ازش استفاده کنید به روز رسانی پنل از طریق رابط کاربری وب یو آی اضافه شده امکان شخصی سازی صفحات فرعی مشابه مرزبان ساب اضافه شده قابلیت تونلینگ داره که حالا توی این ویدیو هم بهش میپردازیم و بدون اینکه نیاز باشه تغییراتی توی سرور ایران قرار بدیم از سمت همون سرور خارج بیایم تانلمون رو برقرار کنیم و به راحتی هر چه تمامتر ازش استفاده کنیم تمامی باگ های شناخته شده ی XUI توی این پنل برطرف شده اگر قبلا از پنل XUI استفاده میکردید و یک سری باک ها و مشکلات داشت با خیال راحت میتونید بیاید سمت این پنل و از این پنل استفاده کنید دکمه سویچ داره برای آوتبان ترافیکش گزینه ریست ای پی آی اضافه شده و کلی تغییرات دیگه که حالا وقت نیست من همشون رو یکی یکی توضیح بدم اما خودتون میتونید برید توی صفحه گیس هاپشون و تغییرات رو مشاهده کنید هرچند که ما لینک کانال تلگرامیشون رو هم توی دیسکریپشن همین ویدیو قرار دادیم که میتونید عضو کانالشون بشید و در رابطه با اطلاعیه ها و آپدیت هایی که میده با خبر بشید خب قبل از اینکه بریم سراغ آموزش اصلی خواستم اسپانسر این ویدیو رو بهتون معرفی کنم اسپانسر این ویدیو ایران وی ام هستش که به راحتی هرچه تمامتر شما میتونید سرور مجازی خارج و سرور مجازی ایرانتون رو از دیتا سنترهای مختلف تهیه کنید قیمت هاشون فوق پایین هست میتونید بیایید سرچ کنید داخل سایت فکر نکنید من علکی میگم واقعا قیمت هاشون خیلی پایینه دوستان و مهمتر از همه اینها یک تخفیف ایدانه گذاشتن که شما میتونید با یک تخفیف فوق العاده 50 درصدی بیایید سرور مجازی خودتون رو از دیتا سنترهای مختلف دوستان تهیه کنید همچنین ترافیک مازاد هم میتونید بگیرید خودتون ببینید دیگه قیمت ها فوق پایین هستش ما توی این ویدیو نیاز به یک سرور مجازی خارج داریم یک سرور مجازی ایران و یک دامین که شما میتونید هر ستای اینها رو از ایران وی تهیه کنید خب من از قبل یه دونه سرور خارج و یه دونه سرور ایران ازشون تهیه کردم میام وارد ناحیه کاربری میشم و اینجا میبینید که سرور مجازی خارج من از هتسنر هست و سرور ایران هم هم از پیشگامان هستش ما با سرور ایران فعلا هیچ کاری نداریم دوستان مستقیم این وارد سرور خارجمون میشیم من سرور ابری هتسنر رو باز میکنم و میام پایینتر اینجا آی سرور من رو نوشته که اون رو انتخاب میکنم و با برنامه پوتی SSH میزنم به این سرور مجازی Accept یوزرنیم که مثل همیشه روت هستش و پسورد هم از اینجا انتخاب می‌کنم. خب اگر سرورتون از هتسنر باشه بار اول که وارد میشید ازتون میخواد که پسورد قبلی رو مجددا اینجا وارد کنید خب من با کلیک راست کردن وارد میکنم اینتر میزنم و پسورد جدید رو اینجا میزنم خب اینجا به راحتی پسورد من تغییر میکنه قبل از هر چیزی اپت آپدیت رو میزنم تا سرور من آپدیت بشه و میایم وارد این لینک گیت هاب میشیم من این رو توی دیسکریپشن همین ویدیو و توی کانال تلگرام براتون قرار میدم استار زیادتون نره میایید پایین تر اینجا دستور نصبش وجود داره کافیه که اون رو کپی کنید و توی ترمینال سرورتون وارد کنید و اینتر رو بزنید خب اینجا دوستان نیازه که ما بیاییم آی پی سرورمون رو کپی کنیم و ببریم زیر ساب دامینی که توی کلاد فلر داریم پس حواستون باشه داخل کلاد فلر باید یک دامین از قبل داشته باشید و بیایید بخش دی ان اس ها بخش رکورد ها اد رکورد رو بزنید و یه دونه ساب دامین بسازید من میذارم نیو ایکس یو آی آی همینجا قرار میدم تیک پروکسی استاتوس رو خاموش میکنم و اون رو از اینجا سیف میکنم خب قبلش ساب دامینم رو از اینجا کپی کنم که داشته باشمش خب این رو سیو میکنم اینجا از ما ساب دامین رو میخواد که همین الان کپی کردیم کلیک راست میکنیم تا اینجا قرار بگیره و اینتر رو من میزنم اینجا مجددا اینتر رو میزنیم تا بره برای گرفتن سرتیفیکیت روی ساب دامین ما خب توی این مرحله ساب دامین رو برای ما میگیره اینجا وای رو تایپ میکنیم میگه از چه پورتی میخوای برای پنلت استفاده کنی میگم 253 اینتر رو میزنم تا پنل TXUI برای ما نصب بشه میام آدرس ورودش رو کپی میکنم و با استفاده از یوزرنیم و پسوردی که به من داده میام لاگین میکنم مستقیم بریم در ابتدا یه دونه کانفیک سریعا بسازیم میام قسمت این باندها ها این باند رو میزنم پورتوکل از نوع ویلس یا ویمس باشه میذارم همین ویمس پورت رو دستش نمیذارم یه دونه کاربر جدید ایجاد میکنم با حجم 50 گیگ و مدت زمان سی روزه میتونید حالا هدر هم براش فعال کنید این گزینه رو تیک میزنیم و میایید اینجا ایجاد کردن رو میزنید تا یه دونه این باند بسازید خب همونطور که میبینید الان یه دونه کانفیگ من دارم بریم با هم دیگه لینک سابسکریپشنش رو هم فعال کنیم میاد این قسمت پنل سیتینگ میاد قسمت سابسکریپشن اینجا سابسکریپشن رو انیبلش میکنید این گزینه رو باید غیر فعال کنید اون رو سیو میکنید اینجا یه دونه پابلیکی و پرایویتکی هم باید قرار بدید که من میام از این قسمت پابلیکی رو کپی میکنم اینجا قرار میدم پرایویت کی هم همینطور اینجا قرار میدم دیگه نیازی نیست چیزی رو تغییر بدید کافیه که این رو سیف کنید و یک بار یه ستارت پنل رو بزنید تا این ذخیره بشه حالا چه اتفاقی میفته؟ بعد از اینکه این کار رو انجام دادید میایید قسمت این باند ها کانفیگی که ساختید رو اینجا که بزنید یه دونه لینک سابسکریپشن به شما میده این رو که کپی کنید و توی مرورگر باز کنید میبینید که اطلاعات سابسکریپشن رو برای ما میاره شناسه رو برامون میاره، مقدار دانلود آپلود رو میاره، تاریخ پایان رو میاره. چرا اینه؟ چون ما گذاشتیم تاریخ رو از اولین استارت، زمانی که کاربر اولین استارت رو به کانفیگ بزنه و به کانفیگ متصل بشه این تاریخش هم درست میشه. حجم کلی خود کانفیگ ما که اینجا وجود داره و سه تا دکمه که میتونه کاربر به راحتی کانفیگ رو به برنامه های مورد نظر خودش اضافه کنه پس این میشه یکی که از قابلیت های جدیدی که این TXUI داره اما با هم دیگه بریم تانلمون رو برقرار کنیم برای اینکه تانل رو برقرار کنید کافیه که وارد همین پنل TXUI خودتون بشید بیایید قسمت X-Ray Config این قسمت که وارد بشید اینجا رو اگر دقت کنید یک گزینه اضافه شده با نام تانل این رو که باز کنید ابتدا باید تانل رو فعال کنید اینجا از ما آیپی آدرس میخواد باید آیپی آدرس سرور ایرانتون رو بیاید اینجا قرار بدید خب من وارد همین ایران وی ام میشم یک مرحله برمیگردم عقب و سرور مجازی پیشگامان که تهیه کردم رو انتخاب میکنم میام پایینتر تر آی سرور من اینجا وجود داره کپیش میکنم و اون رو اینجا قرار میدم یوزرنیم که همون روت هست پسورد هم هر پسوردی برای سرور ایرانتون گذاشتید رو باید اینجا قرار بدید نیازی به نصب هیچ پنلی داخل سرور ایران ما نداریم خب من میام پایین تر اینجا پسوردم وجود داره کپیش میکنم و اون رو اینجا قرار میدم اپلای رو اینجا میزنید اینجا باید منتظر باشید تا یک پیغام موفقیت آمیز به شما بده اینجا به من فولی میده دوستان توجه داشته باشید قبل از اینکه بیایید این کارها رو انجام بدید حتما از دو تا سرورتون پینگ بگیرید یعنی از سرور خارجتون به سرور ایرانتون پینگ بزنید و از سرور ایران هم به سرور خارج پینگ بزنید ببینید پینگ میده یا نه اگر پینگ بده میتونید این تانل رو برقرار کنید در غیر این صورت به مشکل میخورید خب اینجا به من ساکسسفولی داد اینجا سیو رو میزنم و مجددا ریستارت استارت ری رو انتخاب میکنم حالا باید چیکار کنید باید آی سرور ایرانتون رو کپی کنید دوباره برید توی کلاد فلر این IP خارج رو دیگه ما بهش نیاز نداریم اینجا ادیت رو میزنیم و آی پی خارجمون رو پاک میکنیم و آی پی سرور ایرانمون رو اینجا قرار میدیم و اون رو سیو میکنیم منتظر میشم تا ذخیره بشه برمیگردم توی پنل TXUI خودم میام بخش این باند ها رو انتخاب میکنم و اینجا این باندی که دارم رو سابسکریپشنش رو کپی میکنم ببینید الان من صفحه رو هم ریفرش میکنم پنل به راحتی با همین ساب دامینی که سرور ایران رو بردیم زیرش قرار دادیم بالا میاد خب یک بار دیگه این رو هم ریفرش کنم میبینید که به راحتی بالا میاد بریم با هم دیگه تستش کنیم ببینیم این کانفیگ متصل میشه یا نه خب کانفیگ من اینجا اضافه شد با این نام و حجم پنجا و به راحتی میتونم بهش متصل بشم و ازش استفاده کنم امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشی لایک کنید ویدیو رو کامنت بذارید در آینده توی ویدیوهای جدید سعی میکنم که بخشهای جدیدی که به این پنل اضافه شده رو هم معرفی کنم موفق و پیروز باشید